همسال با فرارسیدن ایام عید سعید غدیر خم، این عید الله اکبر، مردم شهر مزار شریف با برگزاری محافل فرهنگی شکوهمند از این واقعه تاریخی تجلیل و بزرگ داشت به عمل می آورند. شیعه در صحنه بود مثل غدیر. من غدیری هستم. عید غدیر خم بر همگان مبارک بود. برنامه را که ما امروز تدارک دیدیم برنامه غدیر خم است که به گفته پیغمبر گفت من کنت مولا فاز و علی و مولا. ما هم به حمایت از پیغمبر امروز برخواستیم که با پیغمبر بگیم که ما شما حمایت میکنیم از گفته های شما، از ارزش هایی که شما برای غدیر خم قائل هستید. البته فلسفه غدیر بسیار یک فلسفه تاریخی و فلسفه کهن دارن که در تاریخ اسلام بی‌نظیر هست، همونطوری که مستحضر هست همه مؤمنین و مسلمین تمام جهان عالم هستی. این هست که امت اسلامی در آخرین حج که حضرت پیامبر انجام دادن، از او حج باید همیشه تجلیل و تکریم شوند. او حج الوداع میگفتند که حضرت پیامبر او حج را انجام دادن، بعد همراه 100,000 یا 120,000 بالاتر پایینتر باشه در خوم غدیر که در چهارراهی آمدن در همون گودال مردم حجاج را جمع کردند. در اونجا بیاناتی داشتند که از او بیاناتشون ما امروز همه روزه اگر از اون سنتی که انجام دادن، از اون تکیدادی که انجام دادن هر جامعه ای که از او استفاده کنند، مخصوصا جامعه اسلامی، رستگار میشوند. روز عید غدیر خم از بزرگترین اعیاد مسلمانان هست نظر به فرموده حضرت پیامبر بزرگوار اسلام، چنان که در مسیر آخرین حج پیامبر بزرگوار اسلام اعلام شد از طرف خداوند متعال که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و دستور ابلاغ رسالت از طرف خداوند متعال برای پیامبر بزرگوار اسلام صادر شد که همانا معرفی حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام با عنوان جانشین و امیر بعد از پیامبر بزرگوار اسلام برای مسلمانان بود. و با خواندن خطبه که در آن خطبه یعنی مهمترین و برجسته ترین جملهش من کنت مولا و فهذا علی مولا از طرف حضرت پیامبر بزرگوار اسلام اعلام شد که در ختم این جلسه همراه با اتمام و اکمال دین مبارک اسلام با تأیید آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا پایان یافت. در خلال این محافل ارزشمند بر خصائل و ارزش‌های والای حضرت امام علی علیه السلام تأکید می‌شود. سخنرانان مردم را هرچه بیشتر به عمق حوادث غدیر خم برده، آنان را با حقیقت غدیر و حقانیت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام آشنا می کنند. پیغمبر بزرگوار اسلام 11 فراز در خطابه غدیر ایراد فرمودند. فراز هشتم معرفی آقا جان من است. حجت الوداع سال 10 هجری بوده، امام حسن متولد سال 3، امام حسین متولد سال 4 یا 2 و 3، 8 سال 7 سال بیشتر عمرشان نیست. اونجا آخرین فرزند امام حسین معرفی میکنن. آقا رسول الله فرمودن آگاه باشید، الا ان خاتم الائمه منا، آگاه باشید آخرین امام مهدی از ماست. او بر تمام ادیان چیره خواهد شد. الا انه الظاهر علی الدین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مگر نمیگیم اسلام جهانگیر میشه؟ راه جهانی شدن اسلام اینه که مسیر غدیر پیدا شود و حرکت از این مسیر باشد. با صراحت خداوند به من فرموده است اگر این مأموریت خودت رو انجام ندی فما بلغت رسالته، گویا هیچ وظیفت رو انجام نداده. و مهمم هست، اگر قرار می بود مسیر مسلمان ها بعد از پیغمبر مشخص نشود، قطعا دین مبین اسلام دچار یک چالش مهم می شود.
بعد میفرماید این آیه یک بار نه سه بار بر من نازل شده است، سه بار به من هشدار داده است. همانطور که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، حاضران به غایبان برسانند و پدران به فرزندان این حادثه را بازگو کنند، مردم مسلمان افغانستان نیز با تأسی از آن فرموده پیامبر بزرگوار خیش این فرهنگ را عرج نهاده و به آگاهی اذهان فرزندان خیش می پردازند. در بین مردم ما کماکان رسم هست، در بین مردم جامعه افغانستان، در بین مردم تشیع، که هر وقت 18 ذوالحجه را از عید بزرگ یعنی عید الله اکبر از تجلیل می شود، از تکریم می شود، به خاطر این که یک عیدی هستند که برای همه جهان اسلام سرنوشت ساز هستند، مخصوصا برای مردم تشیع، که ما بتوانیم تمام زمینه فهم قدر را اگر در جامعه بتوانیم انتقال بدیم، بر جامعه بفهمانیم، یعنی در واقع ما دیگر مشکلی در دنیا نخواهیم داشت، در جهان اسلام نخواهیم داشت. امروز خوشبختانه جوان ها بیشتر از هر کسی انگیزه داره برای قدیر و استقبال میکنن، مخصوصا این برنامه‌ای که گرفتیم خودش معرفی قدیر است. فقط هدف جوانایی است که قدیر رو بیشتر از پیش به مردم معرفی کنه و جوان ها هم شرکتش، شما ببینید که جوان ها همه سهم گرفتن در این برنامه، فعال هستند. پیامبر عزیز اسلام فرمود حاضرین به غایبین برسان، بعد از این بالاخره وصی و جانشین ما علی علیه السلام است. بالاخره فرهنگ قدیر الحمدلله از اون روز و اون زمان تا حالا بالاخره با خیلی شور و احساس تجدید میگرد. و الحمدلله و المنت گذشتگان ما وظیفهشان را در شرایط سخت و دشوار یا در شرایط خوب در هر موقعیتی بودن خوب انجام دادن. امیدوار هستیم که ماهایی که در امروز هستیم برای فردای ما انشالله خوب رقم بزنیم و مبلغ خوبی برای قدیر باشیم. میخواییم که رسم و رواج عید قدیر را ترویج بکنیم و کوچکترهای از خود ما. ما خود ما از بزرگترهای خود یاد گرفتیم که عید قدیر باید بزرگ داشت بکنیم، چون که همونطور که پیامبر اعظم ما فرمودن که من کنتم مولا فهذا علی مولا، یعنی هر کس که من مولای اونم این علی مولای اوست، این رو ما باید به کوچکترها از خود برسانیم. اونا که بزرگن نمیتونیم کتاب دهشان بگیم، پس با دادن یک هدیه، یک شیرینی کوچک، اونا به کنچکا میشن که شیرینی بابت چیه امروز. پس ما میتونیم دهشان توضیح بدیم که شیرینی بابت عید قدیره، و عید قدیر یک روزیه که مولای من علی به امامت رسیدن، به روزی که پیامبر ما گفتن که اونا بعد من جانشین من حضرت علی هستن. ایدی دادن و ایدی گرفتن و عقد اخوت و برادری از جمله مشهورترین بخش‌های فرهنگی این ایده بزرگ است. مروج‌های زیادی هست که در این روز کالای نو می‌پوشند، مثلا در این روز با همدیگر مهربانی می‌کنند، همدیگر را در آغوش می‌گیرند، می‌فرمایند الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایتهم امیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیه الصلاة والسلام. یعنی این روز بسیار روز گرامی هست، با همدیگر مبارک باد میگن، این مقام ولایت را تجلیل میکنن و از این مقام در واقع یک گرامی داشت خاصی به وجود میآورند، و در کنار از این در مساجدها، در جای جای شهرها، در جای جای مکانهای مهم مردم ما، جوانهای ما سقاخانه برگزار میکنن. مجالس قدیر که فرهنگ قدیر رو ما بتوانیم از طریق مجالس، از طریق سقاخانه ها در قلبه های جوانان و اطفال ما بتونیم انتقال بدیم، یک امر الهی هست که هر کدام ما در این امر انشاءالله مسئولیت داریم که با اون امر الهی تا عدا شوند، تا بتونیم که آن سنت حسنه را در جامعه اسلامی پابرجا و زنده نگه داریم، انتقال بدیم تا اینه که همه مشکلات های ما رفع بشن. یکی از فرهنگ هایی که وجود دارن ضمن که جشن و برنامه و خوشی و خوشحالی و پوستر و تبلیغات و بالاخره اینها هست، یک بحثی است که دیگر اقوام برای سادات، یعنی انتظار دارن از سادات که برای ما عیدی بتن، که به عنوان یک تبرک، چون اولادای پیامبر بزرگوار اسلام هستن و به پاس و به احترام پیامبر بزرگوار اسلام اینها مورد احترام عامه هستند، و به این خاطر من باب تبرک در روز عید قدیر خوم از سادات معظم طلب عیدی دارند که به عنوان تبرک نزدشان باشه.